سلام، محمد عمر کمال هستم و در برنامه امروزی دره زیبای للندر را به شما به معرفی میگیرم. قبل از تماشای این ویدیو چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کرده و دکمه زنگوله را فشار بدهید تا از آخرین ویدیوهای ما با خبر شوید. للندر درهی در یک قدمی شهر کابل است که اسرار زیاده را در خود پنهان کرده و طبیعت زیبایی را در خود جا داده است. منطقه‌ای که تاریخ کهن، فرهنگ زیبا و کوههای بلند را دارا بوده و علی‌رغم سرسبزی گسترده و آب فراوان هنوز از چشم خیله‌ها پنهان مانده است. للندر که در دوره‌های گذشته جزه از علاقه‌داری چهاردهی کابل می شد، اکنون بخشی از ولسوالی چار آسیاب کابل است که به صورت دره باریک در دل کوهستان‌های جنوب غرب کابل امتداد یافته است و در واقع دریای کابل از آن عبور می کند. آب این دریا را دره اونهی، دریای میدان شهر و یکی از چشمه‌های مشهور تهیه می کند و پس از عبور از دره للندر در منطقه گلباغ وارد شهر کابل می شود. این دریا به نام دریای کابل یاد می شود و در منطقه للندر آن را به نام دریای للندر نیز می شناسند. دولت افغانستان در سال 1387 و در دوره ریاست جمهوری حامد کرزی تصمیم گرفت تا بند بزرگ را در این دره ایمار کند و تحقیقات اولیه که از سوی یک شرکت ایرانی صورت گرفته بود، ساحه شاتوت للندر را برای ایمار بند مناسب ارزیابی کرد. هرچند بعدها بنابر دلایل قرار شد این بند در دره های بالاتر و در منطقه خوالای مار شود. ما در این مستند می خواهیم سرزمینی زیبایی را که از چشم خیله ها پنهان مانده به شما به معرفی بگیریم. سفر ما از گلباغ آغاز شد و ما اکنون در برج سرخ هستیم. پس از تنگی سیدان که در واقع دروازه ورودی للندر است، ما به برج سرخ می رسیم که با وجود نام سرخ آن، قسمت های از خاکش سیاه است. اما مسیر ما تا دورها ادامه دارد و هدف ما رسیدن به خوالا و تاجکی للندر است، جایی که زیبایی خارق‌العاده ای دارد. مسیر من را به سوی شاتوت ادامه می دهیم و در نظر داریم در برگشت سر بزنیم به جوی چهل دختران که آب للندر را به چهار آسیاب می رساند. شاهتوت طوری که از نامش پیدا سرزمین توت و شاهتوت است و در مسیر جاده خامه‌ای که ما می رویم سایه درختان توت ما را همراهی می کنند. درختانی که به نام توت‌های خیراتی یاد می شوند، چون مردم آنان را به خاطر استفاده همه غرض کرده بودند و تا امروز کسی حق ندارد ره گذر را از خوردن توت‌هان منع کند. این گونه توت‌ها در تاجکی للندر نیز وجود دارد. از بالای دامنه های کوه شاهتوت نمای زیبایی دارد. دیوارهای ویرانه هم حکایت از جنگ در این محل دارند که برمی گردد به جنگ مجاهدین و قشون سرخ شوروی. اما این مغاره ها مربوط به بزهای کوهی می شود. بزهایی که تعدادشان ظاهراً خیلی کم است و تنها در نیمه های شب می توان بعضی از آنان را مشاهده کرد. بعضاً بزهای اهلی که از سوی چوبانها در این منطقه حرکت می کنند، نیز در این مغاره ها برای مدت کوتاهی جا خوش می کنند. امکانات کم ترانسپورتی در این منطقه وجود دارد و مردم اکثراً از بایسکل برای رفت آمدهای کوتاه استفاده می کنند. راهمان هنوز ادامه دارد. شمال سرد به سوی ما می وزد و از دیدن منظره های ناب لذت می بریم. درختان بادام در دل این کوه جا خوش کردند و استفاده آنچنان از سوی مردم محل نمی شوند، چون اکثرا بادام تلخ هستند. براهمان ادامه می دهیم. به اینجا می رسیم، جایی که کنار دریا و زیر سایه درختان آرامش خاص با ما می بخشد. هرچند سیل که ظاهراً چند روزی می شود آمده رنگ آب را تغییر داده است. مردمان هم هستند که شب را اینجا می گذرانند و آتش روشن می کنند. بعضن کسانی که به میله می آیند نیز دیگدان موقتی برای خودشان می سازند. هنوز به خوالها نرسیده ایم و برای رسیدن به آن باید بیشتر در مسیر این کوهستان‌ها حرکت کنیم.
داریم کم کم به قلعه عمرخان می رسیم که یک گام ما را به خوالا نزدیکتر می سازد. دریا خروشان است و پرندگان بی خیال از دردهای ما انسان ها نغمه های آزادی سر می دهند. اینجا پوشیده از درختان است. درختان کمر بسیار از آنان از 80 سال گذشته. به اولین خوالا می رسیم. سنگ هایی که از دامنه کوه وقتاً فوقتاً جدا شده و مسیر راه را بند می کنند. مغاره های اسرارآمیز هم در میان این کوه ها وجود دارند که تعدادشان در دره للندر به ده ها می رسد. این سنگ بزرگ از بدنه کوه جدا شده و علی‌رغم اینکه سالها استوار است، اما هنوز هم شاید امکان لغزیدن آن وجود دارد. کمی این سو خالیگاهی مناسب در دل کوه ایجاد شده است و گویا سقف کوهی بر سر ما قرار دارد. این سو غافل از لرزش سنگ ها در یوی خروشان جاریست و ظاهراً سیل چند روز قبل درخت را هم با خود به اینجا آورده است. صدای آرام بخشه که ما را آرامش خاطر نصیب می کند. اما این سنگ بزرگ حکایت غم‌انگیز هم در خود دارد. شهیدی که ظاهراً در دوره هجوم قشون سرخ شوروی در اینجا به شهادت رسیده و همینجا مدفون شده است. وطنی که هر گوشه آن در این روزها صلح می‌خواهد. از خوالا می‌گذریم و به سوی کوتل پتاجاگه به حرکت می‌افتیم. کوتلی که به سختی می‌توان از آن عبور کرد. این سوی کوتل همه جا سبز است و ما با پیاده روی که داشتیم نفس کم می آوریم. ارتفاع در این ساحه خیلی بیشتر است و ما در واقع به کمر کوه رسیده ایم. از اینجا می شود نمای زیبایی از تاجیکی للندر و سایه چهار قلعه را دید. نمای سرسبز با شعار آزادی که پس از حملات 11 سپتامبر ظاهراً تا حدود زیاد به دور از جنگ بوده است. این مسیر باریک نیست تا قریه تاجیکی للندر می تواند ما را همراهی کند، اما ما تصمیم می گیریم راه دیگر برگزینیم. از اینجا می شود قلعه ویران شده بالاگذر را دید، قلعه ای که در جریان جنگ های مجاهدین شوروی ویران شده است. این مکان را دهن غار می گویند که مسیر سیل رف است و آبهای بهاری که از کوه سرازیر شده و سیلگونه خود را به دریا می رسانند از این مسیر عبور می کنند و این در جریان سالها راه ساخته برای موترها. از اینجا می شود کوههای بلند را دید که در برگشت بیشتر در موردان صحبت خواهیم کرد. در این سفر پدرم و برادرم با سه دوست مرا همراهی می کنند. ما به این مسیری که منتهی به تاجیکی للندر می شود پیاده روی را ترجیح می دهیم. دو طرف این مسیر باریک باغ ها موقع دارد و هر قدر بیشتر می رویم درختان باغ آسمان ما را می پوشانند. به پایین گذر تاجیکی للندر می رسیم، جایی که باغ ها در دو طرف دریای للندر یا دریای کابل صف بستند و زیبایی این منطقه را چند برابر ساختند. پل هم که پایین گذر را به چهار قلعه وصل می کند سالها قبل بر سر این رود ساخته شده است. ما هم گوشه خشکیده ای از دریا را که در این ماه سال کماب می شود برای نشستن انتخاب می کنیم. من در شهر کابل به دنیا آمدم و بزرگ شدم، اما اینجا باغ‌هایی داریم و هر سال چند بار به اینجا سر می زنیم. تاجیکی للندر در هر گوشه اش آب روان دارد.
و در کوههایش پرندگان زیادی از جمله کبک ها زندگی می کنند. من چند بار در این کوه ها سنگ پشت های کوهی را دیدم، اما تخمین نفوسشان هنوز مشخص نیست. در زمستان شبانگاه ها گرگ ها از کوه های اطراف آن به این کوه ها مهاجرت می کنند. باغبان لطف کرده و غذای خوشمزه ای برای ما آماده کرده است. در این قریه تنها یک دکان مواد خوراکی است و آن هم مواد خوراکی کمی دارد. آب سرد دریا با نوازش دست و پا و صورت ما نفس تازه‌ای به ما می‌بخشد. نمای از باغ ما که معمولاً اینجا می‌آییم و چند لحظه از زندگی خود را صرف آرامش می‌کنیم. میوه‌هایی چون سیب، آلوبالو، چهارمغز، توت، شاتوت، زردالو، ناک، شفتالو، بیهی و آلو به پیمانه وسیع در للندر یافت می‌شوند و علی‌رغم باغ‌های زیاد، کشتارهای کچالو، بادنجان رومی، پیاز، ترکاری، لوبیا، نخود، بادنجان سیاه، بادرنگ، گندم، شلغم و زردک نیز به گونه‌ای زیاد در للندر کشت می‌شوند. مردم این محل مصروف باغداری و مالداری هستند و لفچارهای طبیعی زیاد در دامنه‌های کوه‌های للندر وجود دارند. این گونه کوچه های سرسبز ما را آرامش هرچی بیشتر می بخشد و ما در واقع داریم به زیارت می رویم که مردم نظرهای جالب در مورد آن دارند. در محوطه این زیارت درختان بزرگ پنج چنار که عمرشان از 100 سال بیشتر بوده و حتی قسمت های زیاد از آنان کاملا از بین رفتند وجود دارند. اما به صورت شگفت‌انگیز شاخه های آنان سبز و پربرگند. حتی درختانی که کمرشان شکسته و سر به زمین نهادند نیز تا کنون نخشکیدند. این مرقد مربوط به خواجه موری بابا است که گفته می شود به کسی از نسل ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه تعلق دارد. مردم می گویند خواجه موری بابا قد بلند داشته. کسانی که به تاجیکی للندر می آیند حتما از این زیارت دیدن می کنند. لانه های پرندگان هنوز هم اینجا باقی مانده است و شاید هنوز پناهگاهشان باشد. با تمام شدن فصل زردالو و آلوبالو و اکثر میوه ها، سیب و چهارمغز هنوز در درختان للندر دیده می شوند. کودکانی که ظاهراً اینجا خوشند. کوچه ها این گونه هستند. آرام، زیبا و سرسبز. سعی می کنیم به سوی پل شریف برویم که محل خوبه برای آب‌بازی است، اما مسیر آن گوشه ای از تاریخ افغانستان را حکایت می کند. این درخت کهنسال‌ترین درخت این منطقه است که کسی هنوز عمر آن را تخمین نزده است و حتی پیرترین مرد محل نیز می گوید از کودکی این درخت با همین ساقه استوار بوده است. در کنار آن چاه آب آشامیدنی است که یک دهه پیش اطرافان ترمیم شد و قدامت اصلی چاه به سالها قبل برمی گردد. آب سرد، پاک و گوارای از دل این چاه بیرون می آید. درب مسجد را می گوشاییم. مسجدی که مردم گوشه ای از توانایی های محلیشان را در چگونگی ساخت آن از وسایل ابتدایی معماری به کار بردند. زیر این مسجد تاوخانه ای است که در زمستان از یک مسیر حرارت به زیر آن رسیده و محیط را گرم می کند. این مسجد منزل دوم نیز داشت که اکنون تخریب شده و در واقع مسجد بهاری مردم پایین گذر و بالا گذر بود. کاکا شفی مشهور به کاکا لالی شکایت هایی دارد. کسی نیست، مردم هم رفت، کلگی رفت دیگه، کسی نیست که همونطور اینال بیخی دیگه شکشته شکشته شهید شده. دروازه آشدار های شهید دستک شکشته، اینجا شکشته و از اونجا اونه غار شده. خب مردم بلوس نیست دیگه، اگه بلوس می بود هم یک چاره می شد که جور می شد. کس نیست، یک پنج شش خونه مانده. این دیگه من قدر در غم روزگار زندگی خود ماندن که علم و نان روزی خود پیدا کنن.
از اینجا به سوی پل شریف می رویم و این زینه چوبی توجه ما را به خود جلب می کند. اما این مسیر این گونه گوشه ای از تاریخ افغانستان را به نمایش می گذارد. بالا گذره که سالها مملو از خانه و خانواده بود پس از جنگ شوروی و مجاهدین به ویرانه تبدیل شده و آری از سکنه شده است. حتی آسیاب آبی این محل نیز به کلی طی سالیان گذشته تخریب شده است و مردم بالا گذر به شهر کابل کوچیدند. معماری بر سر صخره‌های بزرگ که با سنگریزه های زیاد کار شده جالب است، در این حال حیرت انگیز. راهیان نیز از اینجا آغاز می شود. ما به سوی پل شریف در حرکتیم و در این راه کاکا شفی قصه هایی در مورد توت ها دارد. این توت ها را کشانده؟ از چند ساله باش هر کدامش؟ صد سال خواهی زاد پس هم، صد را کنیم، صد خواهی زاد پس این توت. یاد خودت نمیه؟ نه آبا، بلندی کشانده. خودت چند سال هستی؟ من خودم افتاده نام خدا، جوان موندی؟ جوان موندی؟ نام خدا، من روز تکرستم. تکرستی ماشاءالله. رسیدیم به پل شریف، جایی که عمق آبان زیاد است و سالها قبل پل چوبی معروفان ویران شده است. اینجا محل مناسب برای آب بازی است. او یافت شده میره. یعنی اگر یک متر دیگه اوی سپری شاید غرقت کنه. تو باش اینجا را خرقت. بسیار او یافت است. یکی از نکات جالب دیگر تاک انگوری است که با درخت چهارمغز در قد برابری می کند. در مسیر برگشت هستیم و بازم چشمم به ویرانه هایی می افتد که دل مرا غمگین می کند. هر قریه ای که از بین می رود با خود فرهنگ را نابود می کند و مردم را آواره می سازد. این هزینه جنگ است که هنوز ادامه دارد. هرچند برعکس بالا گذر، پایین گذر و چهار قلعه خانواده هایی دارند. با خود کمی سیب می بریم و قصد برگشت می کنیم چون عملا نمی شود قریه های زیاد را دید. با کاکا شفی نیز خداحافظی می کنیم. خداحافظ کاکا. قربان خدا. بسیار خوش آمدیم. قربانتان. زنده باشید. بسیار زحمت تان می بخشید. قربانتان شما. ناراحت نشده باشید. خواهش می کنم. خیر باشید. قربانتان. زنده باشید. سلام دیگه. به حرکت می افتیم و بر می گردیم. در دوره داود خان گروه از پژوهشگران چینی به این منطقه از للندر آمده بودند و در کوههایان معدن نمک را کشف کردند. آنان اطمینان داشتند که این کوهها معدن طلا را نیز در خود جا داده است. اما پس از آغاز درگیری ها در کابل کارشان را نیمه تمام گذاشته و این منطقه را به قصد چین ترک گفتند. این کوه یک مغاره اسرارآمیزی را در خود جا داده است. هزار غار. مغاره ای که همانطور از نامش پیداست هزار مغاره دیگر را در خود جا داده است. و هنوز کسی نتوانسته به انتهای یکی از مغاره های آن برسد. تلویزیون سبا چند بار تلاش کرد تا با امکانات زیاد به انتهای یکی از مغاره های آن برسد، اما هرگز نتوانست و کارش را نیمه تمام رها کرد. این مغاره بزرگ طوری است که اکسیژن در هر مغاره داخلی آن وجود دارد و نظریه این که انسان های اولیه در آن زندگی می کردند را به وجود می آورد. افسانه‌هایی هم در رابطه با این مغاره وجود دارد که می‌گویند هر غار آن منتهی به گنج می‌شود که سال‌ها قبل در آنجا جابجا شده است. البته تا کنون کسی نتوانسته به هیچ یک از غارهای آن برسد. بر علاوه هزار غار، غار عبدالخانه، چشمه دوست‌ها و چشمه نیک از جاهای دیدنی این منطقه است که نمی‌شود در این برنامه آن را پوشش داد. در مسیر برگشت با بزهای سر می‌خوریم که سوی چوبانه اداره می شوند.
بند آب قرار است در حوالهای مار شود و به احتمال زیاد به صورت کامل منطقه زیبای تاجکی للندر را زیر آب خواهد کرد. چند سال قبل که مقاله تحقیقی در این مورد نوشته بودم و از سوی روزنامه 8 صبح نیز به نشر رسیده بود، قرار است قریه های تاجکی للندر، قلعه مراخان، قلعه چکن، قلعه جاجوگر، قلعه عبدالرحمن، قلعه سیاهچوب، لکنخیل، آسمان قلعه، سیدخیل، قلعه صاحبزاده ها، قلعه سیاهچوب، قلعه خان و اشتر پریده همه زیر آب شوند که تخریبات به مراتب بیشتر نسبت به منطقه شاهتوت به همراه خواهد داشت. در واقع پس از تغییر محل بند از شاهتوت به للندر، در آن زمان پیشنهاد کرده بودم که اسم این بند نیز به نام بند للندر تغییر کند، چون اکثر قریه های للندر را زیر آب می کند و شاهتوت نیز جزء از للندر است. اکنون نیز نام این بند به بند للندر تغییر یافته است. این منطقه در 18 کیلومتری شهر کابل قرار دارد که فاصله نزدیک با ولایت های میدان وردک و لوگر دارد. ارتفاع بند للندر تخمیناً 1135 متر خواهد بود و ظرفیت ذخیره 250 میلیون متر مکعب آب را خواهد داشت. با گذشت بیش از 12 سال هنوز این بند ساخته نشده است، اما کم کم کار ایماران در خوالا شروع شده است و بودجه آن را نیز دولت هند پرداخت می کند. در بهار با ذوب شدن یخچال‌ها و باران‌های زیاد، حجم آب دریا زیاد شده و سیلاب‌های زیادی را در للندر و حتی نواحی از شهر کابل به وجود می‌آورد. اما برعکس در تابستان حجم آب دریا به گونه چشمگیر کم می‌شود. دولت در نظر دارد تا آب آن را در بهار مهار کرده و آن را به ذخیره‌گاه بزرگ آب شهر کابل تبدیل کند تا از یک سو سطح آب‌های زیرزمینی بالا برود و از سوی دیگر دشت‌های چهار آسیاب تا حدود لوگر به کشتزارها عوض شود، هرچند میزان تخریبات زیاده در کوتاه مدت به همراه خواهد داشت و مردم این محل را آواره خواهد کرد، چیزی که دولت وعده سپرده با دادن زمین بدیل و پول مشکل آن را تا حدود برطرف می‌کند، هرچند مردمان به چیزهای بیشتر برای تداوم حیاتشان نیاز دارند. علفچرها، شفاخانه ها، مکاتب و راه‌های مواصلاتی. در برگشت به چشمه شور می‌رسید. آب شوری که از دل کوه بیرون آمده و خیلی ها را به دیدارش می‌کشاند، مخصوصا کسانی که امراض جلدی دارند و باور دارند این چشمه برای تداویشان خیلی مفید واقع می‌شود. قبل از برگشت به سوی منزل باید جوی 40 دختران را نیز ببینیم. سفر ما را خسته کرده، اما ناگزیر به کوه بالا شویم و از جویی که گفته می شود در قدیم 40 دختران را ساخته دیدن کنیم. این جوی آب را به باغ‌ها و کشتزارهای چهار آسیاب می رساند. اینجا عملاً چهار جوی است که آب قسمت‌های آن به چهار آسیاب و لوگر رفته و باقی مانده زمین‌های چهاردهی کابل را سرسبز نگه می دارد. به اینجا با گذشت 30 دقیقه رسیدیم. 30 دقیقه از آن سوی کوه. ارتفاع زیاد است. کوه ما را خسته کرده و حالا می خواهیم برگردیم و پایین شدن هم که کار آسانی نیست. سنگ مرمر از این کوه به دست آمده و به شهر کابل و ولایت های دیگر انتقال می یابد. ما هنوز در حال پایین رفتن هستیم و سرانجام به موتر حامل خود می رسیم و به خانه برمی گردیم. اگر به للندر توجه شود، به مکان گردشگری مناسب تبدیل شده، بزرگترین ذخیره‌گاه آبی کابل می شود و زمین استخراج معادن زیادی که در این منطقه وجود دارند را نیز فراهم می سازد. تا هفته بعد، بدرود.